عشقم لطفاً به هم اعتماد کن، چیزی نمونده، به زودی همه چی تموم میشه. معذرت میخوام مهمت، سرت خیلی داد زدم وقتی یه هایی شنیدم، قاطی کردم. از دیروز دارم دیوونه میشم، با فکر این که دیگه منو دوست نداری داشتم دیوونه میشدم. گفتم این کارو نمی کنه، همش کابوس میدیدی، بیدار میشدی، میگفتم یه مشکل دیگه داره. همین که خودمو متقاعد کردم، یه ها این دستبند رو پیدا کردم. بعدش افکارم به هم ریخت. اصلی جان، مطمئن باش چشمای من فقط تو رو میبینه. اگه یه روز به همچین چیزی حتی فکر بکنی، نمیتونم سرمو بلند کنم. حالا باید چیکار کنیم؟ من یه فکری تو ذهنم دارم، ولی باید حرفمو گوش کنی اصلی. تا وقتی کاریو که تو ذهنم انجام بدم، هیچ حرفی به کسی نمیزنی. خیلی خوب، به هم قول میدی؟ قول میدم. پس بیا، چیزی نمونده شم، همه چی تموم میشه. یه قهوه دیگه میل داری؟ زحمتتون میشه. بسته، بیا بشین لطفاً، کافیه آن؟ خیلی خوب، دیگه یه نفر باید حقایقو بگه و متاسفانه همیشه اون یه نفر منم. منظورتون چیه الانور خانم؟ منظورم اینه خانم، یه نگاه به محمود بندازین، یه نگاه هم به بسته. چون یه ویژگی مشترک بینشون پیدا کردیم، تفاوتشون رو نادیده بگیریم، که البته شما بیشتر از من متوجه تفاوتهای دو خانواده هستین. ما و شما به اندازه سیاه و سفید متفاوتیم. این موضوع اولش برای بچه ها جالبه، اما بعدن ببینین بسته حتی نیمرو درست کردنم بلد نیست. حالا اوتو دستش نگرفته، دوست داره با دوستش بره بیرون، دوست داره باشون بره مسافرت. محمود میتونه با این چیزا کنار بیاد؟ من که فکر نمی کنم. دختر من تازه طلاق گرفته، یه زندگی خیلی بد داشته. به نظر من ازدواجش با محمود فرق چندانی با ازدواج قبلیش نداره. خلاصه ای کلام این که این ازدواج شدنی نیست. تفاوت خوبه الانور خانم. ما خودمونو فقط به آدم های شبیه خودمون محدود نمی کنیم. از پدر و مادر مرحوممون اینطوری دیدیم و یاد گرفتیم. مگه منظور من این بود؟ ولی شما هم حق دارین، این دوتا خانواده با هم خیلی متفاوتن. بله، برای دعای مستجاب نشدنی نمیشه همین گفت. بازم بابت همه چی ممنونیم. با اجازتون ما دیگه مرخص میشیم. البته، خواهش میکنم، بفرمایید. به خاطر اتفاقی که افتاد واقعا معذرت میخوام. باور کنی نمیخواستم اینطوری بشه. شبتون خوش. اصلا اینجوری نگام نکن، خودت هم میدونی حرفام این حقیقته. تو اصلا برام ارزش قائل نیستی ماما. عزیزم این چه حرفیه میزنی؟ من به خاطر ارزش قائل شدنم، به خاطر اینکه بعدن پشیمون نشی، این کارا رو میکنم. نه، تو فقط برای خودت ارزش قائلی. بسته، لطفا بشین اینجا.
ببین، تو زندگی چیزایی مهمتر از عشق و دوست داشتنم هست، مثلا خانواده. من آدمایی مثل محمودو خیلی خوب میشناسم. روابط خانوادگی اونا خیلی قویه، خیلی با ارزشه. خانواده براشون خیلی مهمه. کاش ما هم به اندازه سر سوزن میتونستیم خانواده بشیم. عشق و دوست داشتن در درجه دوم اهمیته. اینقدر پوسته سفت و سختی دارن که نمیتونی اون پوسته رو با عشق بشکنی و واردش بشی. بعد این وسط دوباره تو ضربه میخوری. نبسته. تا دیر نشده باید از این موضوع دست بکشی. تو چرا دست نکشیدی مامان؟ از خوندن نامه های آغازی ها، از گریه کردن به خاطر اون، از مرتب کردن سر و وضعت قبل از دیدن اون. چرا از این انتظار که شاید یه روز برگرده دست نکشیدی؟ الان موضوع من نیستم، الان موضوع تو هستی. موضوع هیچ وقت من نبودم مامان، موضوع هیچ وقت ما نبودیم، همیشه فقط تو مهم بودی. بیا جامونو عوض کنیم تا من برات توضیح بدم که ارزش قائل شدن و خانواده بودن یعنی چی. یه مقدار من از واقعیت های زندگیم برات بگم. میدونی مامان، برای اولین بار تو زندگیم احساس با ارزش بودن میکنم. احساس میکنم آدم مهمیم، باهوشم، دختر قشنگیم. خیلی عجیبه نه؟ در حالی که همه اینا رو باید موقعی بچگیم حس میکردم. باید اول از همه مادرم، خونوادم اینطور برام ارزش قائل میشده. برای اولین بار چیزیو نمیپرسم، زیر سوال نمیبرم. دیگه فکر نمیکنم اگه این کارو بکنم از دستم عصبانی میشه. چقدر حس قشنگی. اون محمودی که کوچیکش کردی تو این مدت کوتاه اینقدر مراقبم بود، اینقدر برام ارزش قائل بود که برای اولین بار تو زندگیم حس کردم منم کسیم. بدون تکیه به تو، بدون تکیه به گذشتم، به دانشگاه‌هایی که درس خوندم، ماشینی که سوار میشم، بدون توجه به هیچی. میدونی این آزادی یعنی چی؟ نه، تو معنی اینو نمیدونی مامان. چون اگه میدونستی، به جای اینکه تو نامه ها دنبال عشق بگردی، تجربهش میکردی، اونو آزاد میذاشتی. پس سعی نکن بیای و به هم بگی که درد تو میفهمم و به خاطر صلاح تو این حرفا رو میزنم، چون اصلا باورم نمیشه. تو اجازه ندادی چیزیو که شاید تو زندگیم فقط یه بار اتفاق بیفته تجربه کنم. تو امروز محمود و خانوادش رو کوچیک نکردی مامان، تو خودتو کوچیک کردی و مثل همیشه همونی بودی که انتظار داشتم. خیلی ممنونم مامان. دیگه نسبت به من غیرتی نشو. نه نه نه، بشو. برای چی؟ انگار خوشت اومده ها؟ آره خوب. خیلی دیوونه ای. آدم احساس بارزش بودن میکنه. اگه بدونی چقدر عصبی شدم، واقعا داشتم دیوونه میشدم. نمیدونی چه فکرایی به سرم میزد. اگه تعریف کنم؟ خب تعریف کن. نه، یه وقت ازم ناامید میشی. ولی اگه اون سیم بیفته دستم میدونم چه کار کنم. گفتی سیم؟ اصلی. چیه، برای چی میخندی؟ مهمت، میخوای چی کار کنی؟ یعنی چی تو ذهنت میگذره؟ ببین، مبادا نقشه ای بکشی که تو رو به خطر بندازه. خیلی خوب، تو احتیاجی نیست بترسی عشقم. اگه دستش رو نشه چی؟ مطمئن باش آسیبی بهت نمیرسه. وقتی دستش رو بشه، هر کی به سزای عملش میرسه. س
سردت نشه یه وقت. بیا. خدای من، باور کردنی نیست. ای خدا. بگو که شد دخترم، بگو شد، خیالم راحت شد. نه، هر کاری میکنیم بازم مثل کفترهای عاشقن. من کوچکترین اشتباه کنم همه به هم حمله میکنن، اما به عمه که میرسه همه یاد خانواده میفتن. حتی اصلا به شک نمیکنه دارم دیوونه میشم. بله حسین، اینجا اومد؟ پس شما چه غلطی کردین؟ به جام قطعاً. چی شده بابا؟ نه خیر عزیز من، نمیتونن کاسه کوزه رو سر من بشکنن. اون پای منو کشیده تو این کار. خدیجه باید یه چیزی پیدا کنه، مگه پیدا نکنیم بیچاره میشه. من این نگاهو میشناسم. یه چیزی به فکرت سیداره؟ یه فرصت دیگه ای برامون مونده بابا. چه فرصتی؟ مامان باورت نمیشه چی شده. چی شده؟ تو چت شده؟ چرا صدات اینطوری شده مامان؟ خسته ام، داغونم، تعجب داره، بگو دیگه. در مورد مهمت اشتباه میکردم. خب این که تعجب نداره. دستبند مال کی بود؟ مال سحر خانوم بوده. باید میفهمیدی دستبند مال اون زنه بد سلیقه است دیگه. خب من کار دارم، خوشحال باش که شوهرت به دروغ نگفته. بسته؟ صبونه نمیخوری؟ نه نمیخورم مامان. آی بسته، آه آه. من هاکانم. این دستبند رو تو ماشینم پیدا کردم، برای مهمت فرستادم. فکر کردم شاید شما هم بخواین بدونی. هر اتفاقی هم بینمون افتاده باشه حق دارین اینو بدونی. به هر حال پای دخترتون آستی در میونه. دستبند مالی کی بود؟ مال سحر خانوم بوده. کتی صبح بخیر. اصلی دخترم خوبی؟ اصلی بشین دیگه عشقم. خوبم، یکم بد خوابیدم، ببخشی. من باز میکنم. خیر باشه. اون کجاست؟ تو چطور تونستی همچین کاری با دخترم بکنی؟ من خودم میکشمت. مامان منظورتون چیه؟ باز چی کارتون کردم؟ هنوزم میگه چی کار کردم. چطور میتونی تو صورتم نگاه کنی و بگی چی کار کردم؟ مامان چی کار میکنی؟ لطفا به خودتون بیاین. فکر میکنی هاکان فقط به تو گفت؟ نوبت تو هم میشه مهمت. صبر کن، عجله نکن. مامان خواهش میکنم. من نمیفهمم چه هاکانی؟ مهمت؟ زیا؟ این مظلوم نمایی رو ول کن. دستبند تو رو تو ماشین هاکان پیدا کردن. وقتی با اون مردک معامله کردی دستبندت افتاد؟ مامان یعنی چی؟ من کاری نکردم. این دفعه نمیتونی فرار کنی، باید تقاص پس بدی. دارم بهتون میگم من هیچ کاری نکردم. چطور هیچ کاری نکردی؟ قصد جون دخترمو کردی.
میکشونمه تو سالونای دادگاه. باور کنین من کاری نکردم. باشه، این دروغاتو میری به پلیس میگی. فلانور بس. کیو تو خونه کی تهدید میکنی؟ با اینکه از سابقه زنت خبر داری هنوزم ازش داری دفاع میکنی. واقعا برات متاسفم. بریم. مامان صبر کن، میشه با هم حرف بزنیم؟ همتون تاوانه این کارتون رو پس میدین. همتون. مامان یه لحظه صبر میکنی، یه چیزی میخوام بگم. مامان ازت خواهش میکنم. دارم دیوونه میشم، واقعا دارم دیوونه میشم. مامان یه لحظه. تو با وجود اینکه همه اینا رو میدونی هنوزم تو این خونه موندی. مامان خواهش میکنم فقط یه ذره صبر. چطور ممکنه؟ چطور؟ یعنی اینقدر چشمات کور شده؟ مامان ببین، همه چی حل میشه. خیلی خوب، اگه سکوت کردیم یه دلیلی داره. میگم برات توضیح میدم، یکم آروم باش. بیا حرف بزنیم دیگه. بهم اعتماد کن، یه بارم شده اعتماد کن. بیا. خیلی خوب، دستمو نکش. فشارش چنده سرجو؟ 16 روی 10 دادش. سهر خانم، آب و لیمو یخی یخی بفرمایی، زود بشین بخوری. ممنون. آروم بخور سهر، آروم آروم. مهمت پسرم، من هیچ کاری نکردم. هیچ کدوممون غیر از این فکر نکردیم مادر، خودتو خسته نکن. ممکنه این نفر ما رو بازی داده باشه. اگه اینطور باشه با دستای خودم مجازاتش میکنم. اگه اون باشه چی؟ اگه همه این بازی ها زیر سر علانور باشه چی؟ اون موقع چی میشه؟ مامان دارم توضیح میدم، چرا نمیفهمی؟ نقشه اینه. من نمیفهمم، نمیفهمم چه احتیاجی به این هست؟ همه چی روشن و واضحه دیگه. نه متوجه نیستی، توضیح دادم خودت نمیخوای بفهمی. باز گیر دادی حرفمو گوش نمیدی. تا حالا که گوش کردم چی شد؟ هر حسی داشتم درست در اومد. تا حالا فقط حرف زدم، ولی از این به بعد فقط با حرف زدن تمومش نمیکنم. علانور خانم، تو اینجوری از دخترم محافظت میکنی؟ میای پیش من میگی ال میکنم بل میکنم، ولی وقتی موضوع مادرته سکوت میکنی. آفرین. داریم بی‌انصافی میکنین. یه نفر داره تلاش میکنه دقیقا همین اتفاق بیفته. اون یه نفر برام اصلا مهم نیست، تنها کسی که برام مهمه اصلیه. خوبه، حداقل تو یه مورد ما هم توافق داریم. برای اینکه از آسیب محافظت بکنیم باید بفهمیم کاری کی بوده. به خاطر همین شما نباید علم شنگه بپا کنیم، میفهمی؟ من برای صبر کردن وقت ندارم مهمت. یا میری از مامان جونت شکایت میکنی یا من با کمال میل این کارو میکنم. مامان یکم به همون فرصت بده، به خاطر من لطفا این کارو بکن.
ازدواج میکنی بسته خانم؟ زود باش محمود، گوشی تو جواب بده. بذارش رو سایلنت محمود. اون دختره رو فراموش کن، اون برات یار نمیشه. خواهر بسه مثل مادرش نیست. ذات آدم ها به خونه که توش به دنیا میان بستگی داره. خونوادش هر جور تربیتش کنن همون جوری بار میشه. باشه، شما که هنوز بسته رو نمیشناسین. وقتی با اون زن ازدواج کنی مادرش همیشه رو زندگیتون سایه میندازه. خواهرت حق داره محمود. تو واقعا اون خانواده رو مناسب خانواده ما میدونی؟ خیلی خوب، درسته ما فرق داریم، ولی چی محمود؟ دست بردار تو رو خدا. تو هم میدونی این کار شدنی نیست، فقط نمیخوای باور کنی. کبوتر با کبوتر باز با باز. حالا من اگه جای تو بودم بعد از اتفاق دیشب شمارهشو بلاک میکردم. مگه دختر قحطی آخه؟ آره والا ایشانه یه دختر مناسب برات پیدا میکنه. هرچی قسمت دادش. خیلی ممنون داداش. ممنونم. چطوره؟ با خواهش و التماس خوابوندمش. خیره شده به سقف و همون جوری هم مونده. تا حالا حال مادر اینجوری ندیدم. داداش مامان طوریش نمیشه که. نه هیچیش نمیشه. تو رو خدا نشه. چرا همچین چیزی از همون قایم کردی؟ اگه اون زن نمیومد بگی از هیچی با خبر نمیشدیم ما. پس ما تو این خونه چیم؟ مسیر تزینی؟ حق با تو سلجوق. نخواستیم بیشتر از این شما اذیت بشین، مخصوصا که بابا اینو نمیخواست. ولی ازتون یه خواهشی دارم، یکم دیگه صبور باشین. به زودی همه چی مشخص میشه، هم مادر راحت میشه و هم ما. چی تو فکرت داداش؟ دختر به خدا فشارم رفته بالا. اون کاغذ رو پاره میکنه که چی بشه؟ تو رو خدا برو بشین سر جات. نه آبجی نه، من اشتباه کردم. اون همه زحمت و یادداشت بی خودی بود، هیچ کدوم فایده ای نداشت، اصلا فایده نداشت. دیگه عقل من به اتفاقایی که تو این خونه میفته قد نمیده. چطوری نفهمیدم اون زن در زد؟ چطوری نفهمیدم الان نور اومده؟ ها آخه چطوری نفهمیدم؟ والا من سهرخانم رو سالهاست میشناسم. به خدا سهرخانم پریشون شد، داغون شد زن بیچاره. اصلا این کار از یه آدمی زد بر نمیاد. چرا باید این کارو بکنه آخه؟ من نمیفهمم. این کارو نکرده مگه نه؟ معلومه که این کارو نکرده. همچین چیزی مگه ممکنه؟ فردا یه روز دیگه است. فردا معلوم نیست چی بشه. کسی نمیدونه. یهو میبینی من دارم یه معمای جدید حل میکنم، کسی چه میدونه؟ آره واقع. خب دیگه اون سطل آشغالو ببر بذار دم در، بعدش هم پذیرایی جارو بزنیم و نظافت کنیم. زود باش فاطمه. بدجور بگن کشیده شد، مگه نظافتش تموم میشه؟ بیچاره شدم به خدا. آبجی؟ چی شده؟ حرفای اون زنو که باور نکردن مگه نه؟ میگن باور نکردیم، ولی من تو چه مخمسه ای افتادم. تاوان گناهاییه که تو گذشته انجام دادیم؟ آخ آبجی، مگه فقط ما مرتکب گناه شدیم؟ ها؟ فقط ما گناهکاریم؟ ولی تو نگران نباش، تمام دنیا هم در مقابل تو باشن، من کنارتم. اصلی
محترم، امروز یه بار دیگه بهت افتخار کردم. اون اتفاقات اگه برای یکی دیگه میافتاد، نمیدونم میتونست با این بزرگواری باش کنار بیاد یا نه. به شوهرت اعتماد کردی، باور کردی، بدون بی احترامی به مادرت جلوشو گرفتی. امیدوارم تونسته باشم جلوشو بگیرم. مادرت هم حق داره برای محافظت از تو بدون فکر کردن از روی غریزش به دوربرش حمله میکنه، ولی تو چی کار کردی؟ با شجاعت تمام، پرقدرت جلوی مادرت وایسادی، اینم جلوشو گرفت. آقا زیا، میخوام این قضیه هرچه زودتر حل بشه و به زندگی قبلیمون برگردیم هممون. حل میشه دخترم، نگران نباش، حل میشه. شروع میکنیم. خیلی خوب. وکیل داری زنگ میزنه. بله، آل پرسنم. خدا رو شکر، ممنونم. خیلی خوب، باشه، ممنون که خبر دادی. بگو چی شده؟ خانواده مردی که کشته شد دارن میرن اداره پلیس. قراره هر چی که میدونن به پلیس بگن. چه خوب. پس همه با خبر شدن، نه؟ خیلی خوبه. هر کی که بیاد اینجا مسبب بلاهایی که سرمون اومده عشقم. هر کی بیاد اینجا مسبب بلاهایی که سرمون اومده. کاش هرچه زودتر بیاد. قلبم داره وای میسته. خدا کنه زودتر بیاد. قلبم داره وای میسته. مطمئن باش همه چی قشنگ میشه عشقم. اون آدم اگه جلوی خونه وایسه همون یکی دنبالشیم. مادر، اصلی وایسا، لعنتی اصلی وایسا، خواهش میکنم اصلی. سحر خانم، اصلی، مهمت، شما اینجا چی کار میکنین؟ اینو ما باید از شما بپرسیم. شما اینجا چی کار میکنین؟ من اومدم این خانواده رو ببینم. با زندگی اونام بازی کردین مگه نه؟ واقعا باورم نمیشه چطور تونستین این کارو بکنین؟ اصلی، گفتم نمیتونه تا این حد پیش رفته باشه. گفتم اونم بالاخره مادره. چقدر ساده لوح بودم. شما بچه‌مو ازم گرفتین. برای چی؟ چرا این کارو با هم کردی؟ اصلی بذار اول بفهمی موضوع چیه. یعنی تا این حد سنگ دل شدین؟ تا این حد بیرحم شدین؟ تا این حد از من متنفرین؟ تا این حد دوستم نداشتین که بچه‌م هم بکشین؟ انقدر ازم نفرت داری؟ اصلی لطفاً حرفایی نزن که ممکن بشه برای این چی باید بذار حرف بزنه.
اینجا اگه کسی باید پشیمون بشه من نیستم. من جلوی مامانم از شما دفاع کردم، گفتم سحر خانم این کارو نمیکنه، گفتم نه قصد جون کسی رو میکنه نه اجازه میده کسی همچین کاری بکنه، ولی شما چی کار کردی؟ بدون اینکه گوش کنی و بفهمی داری حکم میدی. مادر و دختر تو این کار خیلی خوبی. فعلا مامان منو ول کنین، مامان منو ول کنین. شما برای چی پیش خانواده ای کسی که بچه ای منو کشته اومدین اینو بگین؟ هیچ جوابی ندارین درسته؟ انجام دادنش براتون آسون بود، الان گفتنش سخته؟ من گفتم با اون ماشین بهت بزنم، بچه‌تون رو من ازتون گرفتم، نوامو من کشتم. بگین بگین دیگه، زود باشین. بوشمام سحر خانوم، شما قاتلی، شما نوتون رو کشتین، شما رو هیچ وقت نمی بخشم. اصلی این کارو نکن، این حرفت خیلی زشته، هنوز ما موضوع رو نفهمیدیم. مهمت دیگه چی باید بفهمم؟ دیگه به چی باید گوش بدم؟ همه چی کاملا روشنه. مگه نگفتیم اولین شخصی که به این خونه بیاد قاتل اونه؟ الان چی عوض شده؟ چون مادرت اومد نظرت عوض شد؟ اگه مادر منم میومد باز همین حرفو میزدم. تو نمیتونی بگی مگه نه؟ چشماتو باز کن، بچه من و تو رو مادرت کشته. اصلی راست بهم گفت قاتل، تو هم شنیدی دیگه؟ اصلی الان متوجه نیست چی داره میگه مادر. وقتی که تو رو اینجا دید اونم یه دفعه. البته اگه بپرسه برای چی اومدی که اینم نمیپرسه. مادر، پدر مردی که مرد بهم زنگ زد، گفت باید حرف بزنیم، گفت یه چیزایی هست که باید بدونین. چرا به تو زنگ زد؟ حواست هست دیگه، امروز متهم قتل شدم، برای تبرئه کردن خودم اینجا. شما خودتون اینجا چی کار میکنین؟ از کجا میدونستین میام؟ مهمت اینجا چه بازی در جریانه؟ زود بهم بگو. فاتوش، مامانم هنوز تو اتاقشه؟ نه، سحر خانم رفت بیرون. کجا رفت؟ والا نمیدونم، یکی دو ساعت پیش بدون اینکه چیزی بگه با عجله رفت. بابا تو میدونی کجا رفت؟ نه پسرم نمیدونم. یعنی کجاست؟ ایداد ایداد. مادر شما شاید ندونی ولی دستمند شما رو تو ماشین هاکان پیدا کردن. ما باور نکردیم، بابا با حرف زدیم، گفتیم هر کی که پشت این ماجرا باشه پیداش میکنیم. راستش با خودمون فکر کردیم دایی و خدیجه دستیسه چینی کردن، برای همین همچین نقشه کشیدیم. ضمناً دوستای هاکان اونو پیش دایی دیدن، گفتیم حتما اون میاد. ولی چی؟ چون من اومدم قاتل منم؟ شما دیوونه شدین؟ تازه میگی کار نفساته، این دو نفر که میگی یکیشون داییته یکیشون مادرت، اینو واقعا باور کردی؟ همچین چیز مسخره یا باور کردی؟ متوجه مادر، منم اینو باور نکردم. بچه‌ای که خودم بزرگ کردم و ببین، به من شک داره واقعا که. مادر میگم من هیچ وقت باور نکردم، من ذره‌ای بهت شک نکردم، ولی نمیدونستم باید چیکار کنم. همین، فقط این نیست مهمت. شما برنامه میچینی، نقشه میکشین، میان این خانواده رو میبینین، هیچی به هم نمیگین. چرا به من نگفتین؟ اگه شک نکردی برای چی به من نگفتی پسرم؟ بریم ببینیم حق با زنته یا من. مادر من هیچ ترسی، هیچ مخفی کاری از کسی ندارم، خدا رو شکر رو سفیدم.
فعلا قطع میکنم. اصلی؟ کی بود؟ خونه ای مامان. کی بود عزیزم، کی بود؟ مامان خونه ای، بیام باهات حرف بزنم. آره آره خونه هم، زود بیا، مراقب باش. دارم میام. مادر خیلی خوب. فکر نمی کنم کسی اینجا باشه. رابیو فریم، الان شما خیلی عصبانی هستی، اینجوری نریم خونه. اتفاقا الان باید بریم، باید همه حرفا زده بشه، همه حرفا. هر کی حرفی داره باید رو در رو به هم بگه. بیا بیا محمد. بابا بابا. چیه خدیجه، چیه؟ محمد چی کار کرد؟ من چه میدونم چی کار کرد خدیجه. همه چی به هم ریخت، همه چی گره خورد. داره درست میشه بابا. محمد به عمه شک داشت، حالا وقتی مامانشو ببینه. اگه درست نشه اون موقع بیچاره میشیم، بیچاره. اون همه نقشه و برنامه چیدیم. من خواهرمو فروختم، من خواهرمو فروختم، دیگه چی کار کنم؟ ببینم شما دوتا چی دارین بگی؟ شما پدر و دختر چی تو سرتون میگذره؟ خاطر اتفاقایی که افتاد از همه تو معذرت میخوام. باور کنی نمیخواستم اینطوری بشه. من اومدم محمود رو ببینم ولی انگار اشتباه اومدم. نه درست خانوم، آقا محمود اینجا. بگم کی اومده؟ بگین بسته اومده. یه لحظه. بسته خانوم اومدن، مهمون آقا محمود. باشه، بفرمایید خانوم. از این طرف خانم. بفرمایید بسته خانم، خوش اومدیم. ممنون آقا محمود، با اجازت. خواهش میکنم، اجازه هممون دست خداست. خوش اومدی. محمود اون آدم ها دیگه کی هن؟ تیپ همشون مافیایی بود. مافیا نیستن، دوسته و رفقای خیلی قدیمی هستن. ولی زیاد اینطور به نظر نمی رسید. نکنه تو هم مثل اونایی، اون قراق کردن رستوران و کتک زدن و برای همین دیگه بود. دیگه اهمیتی هم داری اینطور باشم یا نباشم بسته خانوم؟ گفتی بسته خانوم؟ همین دو روز پیش به این پیشنهاد ازدواج دادی، حالا چی شدی؟ ها آقا و خانوم شدی؟
برای من فرقی نمی کنه. گفتم شاید اینطور مناسب بدونی. همین. یعنی چی فرقی نمی کنه محمود؟ یعنی مقاومتت همین بود؟ اصلا من اینجا چی کار می کنم؟ چرا اومدم اینجا؟ واقعا برای چی اومدی بسه؟ برای حرف زدن اومدی؟ آره، برای حرف زدن اومدم. تو یه جوری سکوت میکنی بسه؟ اونایی که حرف میزنن از خجالت نمیتونن بیرون بیان. اشتباه میکنم؟ شما هیچ میفهمین چی دارین میگین؟ مامان، من و بابا. تو بابا چی خدیجه چی؟ ببین تو امروز دست رود بلند نکردم، الان پو پشت دستم چی میزنم تو دهنت که بفهمی؟ ساکت شو بشی سر جات. تو شی نفسات چطور میتونی همچین کاری بکنی؟ حالا خودت هیچی، چرا پای دخترتو کشوندی وسط؟ نمیدونم فرداد. آخه نفسات چرا کاری رو که نمیدونی انجام میدی؟ تو پیش خودت چه فکری کردی؟ ببین، کار از کار گذشته. خب من سعی کردم همه چی رو درست کنم، ولی شیرازه کار از دستم خارج شد. چی کار کنم؟ میگه چی کار کنم؟ میگه چی کار کنم؟ دارم دیوونه میشم. از اولش نباید این کارو میکردی، میفهمی؟ آخه این زن خواهر توه، خواهر تو. این کارتون چیزی نیست که بگی خواهرم دعوا کرد منم باهاش قهر کردم. پس انسانیت شما کجا رفته؟ اون زن در خونش رو برات باز کرد، تو خونش را داد، سر سفرش نشوندت. اگه آبجی سهر اینو بشنوه، اگه آبجی سهر اینو بشنوه، بیچاره میشیم. گوش کن نبزات، نمیدونم چه جوری و چی کار میکنی، ولی باید خانواده تو از این مخمصه ای که درگیرش کردی خلاص کنی. باید یه جوری این کارو لاپوشونی کنی، وگرنه نه خونه ای برا زندگی کردنت میمونه، نه زنی براس میمونه، نه دختری، نه خونواده ای. فهمیدی؟